دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. توی این جلسه میخوایم یه نکته کوچیک که از لوگاریتم مونده و بررسی بکنیم و اون موقع دیگه فکر کنم جعبه ابزار شما کامل شده باشه. اون نکته کوچیکم لوگاریتم طبیعیه. برای شما احتمالا این سوال پیش میاد که منظور من از لوگاریتم طبیعی چیه؟ جان نپر عدد اسم ای برابر با 2.71828 رو تعریف کرد. لوگاریتم x در مبنای ای رو گذاشت لوگاریتم طبیعی. علت اینم که اسمش رو گذاشت لوگاریتم طبیعی اینه که این لوگاریتم در طبیعت و در علوم مختلف بسیار پرکار برده. علومی مثل علم زیست شناسی، علم اقتصاد، علوم مهندسی، تا اونجا که من میدونم تو مهندسی برق ما با لوگاریتم طبیعی خیلی سر و کار داشتیم. و انقدر ما از این لوگاریتم استفاده میکنیم و انقدر پرکار برده که حتی نمایش مختص به خودش رو داره. یعنی ما به جایی که بنویسیم لوگاریتم x در مبنای ای، بعضا می نویسیم ln x. حتی شما اگه ماشین حساباتون رو نگاه بکنی، بعضا توی ماشین حسابا شما یک دکمه جداگانه میبینید. توی ماشین حساب نگاه بکنی، دکمه ln وجود داره که شما از این طریق میتونید ln اعداد مختلف رو حساب بکنید. و حتی بعضی وقتا ماشین حسابا فقط دکمه ln دارن. اتفاقی که میفته، شما اگر بخوای لوگاریتم مثلا 3 در مبنای 5 رو حساب بکنید، باید از خاصیت تغییر مبنا استفاده بکنید و بگید لوگاریتم 3 در مبنای 5 برابر با لوگاریتم 3 در مبنای ای که همون ln 3 میشه، تقسیم بر لوگاریتم 5 در مبنای 1 میشه ln 5. و از این طریق از تقسیم کردن ln 3 بر ln 5 توی ماشین حسابایی که فقط دکمه ln دارن میتونید لوگاریتم 3 در مبنای 5 رو حساب بکنید. پس این هم شد پرانتز کوچیک ما آشنایی با لوگاریتم طبیعی. ولی شاید شما از من بپرسید خب تو به من میگی که خیلی کاربرد داره، من از کجا باور بکنم؟ و یا شاید حتی این سوال هنوز برای شما جواب داده نشده باشه که لوگاریتم واقعا چه خاصیتایی داره، کاربردهای لوگاریتم چیه، که یه مبحث جداگانه‌ای برای لوگاریتم تعریف کردن. یعنی تابع معکوس تابع نمایی رو اسم تابع لوگاریتم دادن به تابع خاص شده. جوابم این باشه شاید بر اساس خاصیت‌هایی که تا حالا یاد گرفتیم اینه که یکی از کاربردهای لوگاریتم اینه که ضرب رو به جمع و تقسیم رو به تفریق تبدیل میکنه، اعداد بزرگ رو به اعداد کوچیک به تبدیل میکنه. ولی برای اینکه با کاربردهای لوگاریتم بیشتر آشنا بشیم، توی جلسه بعد به صورت خاص مثالهای کاربردی لوگاریتم رو در علوم مختلف بررسی میکنیم. مرسی که توی جلسات لوگاریتم با من بودی. جلسه بعد هم با من باشید تا آشنایی با لوگاریتم رو کامل بکنیم. فعلا خدافظ.